سلام میکنم خدمت شما دوستای عزیز و گل، خوش اومدید به این قسمت از ویدیو. بچه ها قبل از اینکه بریم سراغ کارهای اصلی که باید بهتون بگم، اینم بهتون بگم که خدا رو شکر برای زبان تخصصی از اصطلاحات، گرامر و لغاتمون تموم شد. تقریبا 13 ساعت لغت ضبط کردم، یعنی برگای خودم ریخته. بعد از اون میخوایم بریم سراغ 450 تا اصطلاح بچه ها براتون آماده کردم. یعنی 2 ماه من دارم در واقع جستجو میکنم سایت های مختلف رو، کتاب های مختلف رو، منبه های مختلف رو، مشاور های مختلف رو، همه رو پیدا کردم. یعنی ببینید، اصلا بعضیاش هستن که قرار جدید بیان توی کنکور این اصطلاحات، هیچ کجا پیداش نمی کنی، همه اینا رو برات میگم و بعد از ضبط این ویدیو احتمالا دیگه برم سراغ ضبط اصطلاحات و چندین روز ممکنه طول بکشه. و بعد از اون برای گرامرم همین کار رو میکنم و اواسط در واقع مهر ما در اختیارتون قرار میگیره، اما چند پارتش میاد توی یوتیوب، بقیهش میره توی چنل تلگرام و بهتون میگم که باید چیکار بکنید برای اون قسمت. به هر حال بریم سراغ 12 اشتباه مرگبار در سال کنکور که اگر رعایتش نکنی قطعا باخت میدی بچه ها. یعنی کسی که آیندهش براش مهم نباشه و نتونه یک سال خیلی کمتر از یک سال، 7 ماه 8 ماه زحمت بکشه، بهتر اصلا کنکور رو بذاره کنار، چون مال کنکور نیستی شما. کسی که نتونه اینا رو انجام نده، یعنی اینا رو نباید انجام بدی. اوکی، خب اینا چی هست؟ 1، مغرور شدن. بچه این که مغرور میشی سر درست، بعد میگی نه من این رو بلدم، من اصلا این رو نمیخونم، من اصلا با این مبحث مشکلی ندارم، یا میگی من این مبحث رو خوندم قبلا، تستی براش نمیزنم، بابا تست چی، من همش رو بلدم. مغرور میشی. مورد دوم، مرور نکردن. مرور نکنی، اگه میخوای بری برای 70% مثلا دین و زندگی یا زبان انگلیسی، با 20% میای بیرون. مرور نکنی همش از یادت میره. اصلا مرور یه رکن اساسیه برای ما. مورد بعدی، سوم، اعتیاد به گوشی. من قبلا اینو توی چندین ویدیو گفتم، گوشی تو بذار گوشه اتاقت، دور از خودت، بذار پشتت، یعنی خیلی دور باشه از خودت. حتما این رو رعایت بکن و گوشید رو حالت هواپیما بذار، بعد از درس موندن میری سراغش. مورد بعدی بچه، مورد چهارم، رل زدن هستش. توی سال کنکور رل لطفا نزنید، یعنی باعث خراب شدن 99% کارهایی که کردیم میشه. لطفا این کار رو انجام ندید، لطفا لطفا لطفا. مورد بعدی بچه، تست کم زدن هستش. شما تست رو میزنی، اما مثلا روزی 3 تا تست میزنی، روزی 5 تا تست میزنی. تست کم زدن به همون اندازه تست نزدن تأثیر داره، پس لطفا به اندازه کافی تست بزنید. و بچه ها مورد بعدی، بی برنامه بودنه. بچه ها وقتی شما برنامه نداشته باشی، من این رو هم به همراه اعتیاد به گوشی گفتم، وقتی برنامه نداشته باشی اصلا روزت خراب میشه، درسات خراب میشه. ممکنه یهو یه هفته نخونی، یهو 3 روز بیای روزی 15 ساعت بخونی، اصلا ارزش نداره. بی برنامه نباش، برنامه تا حتما بنویس، برنامه روزانه توی دفتر، پلنر هم اینجا نیست وگرنه نشونتون میدادم. مورد بعدی، ماشین حساب هستش. یعنی شما از ماشین حساب بیای استفاده بکنی برای مثلا محاسبات ریاضی، فیزیک، شیمی، باید تا حد امکان از ذهنتون کار بکشید و این توانایی رو با تمرین به ذهنتون اضافه بکنید که بتونه محاسبه داشته باشه. مورد بعدی، تقلب در آزمون هستش بچه. توی آزمون به هیچ عنوان نباید تقلب کنید. خیلی ها هستن میبینن نمیتونن درس بخونن، میرن 10 میلیون تومن 15 میلیون تومن هزینه میکنن، یه سری دستگاه‌هایی رو حالا راه اندازی میکنن توی ماسکشون، توی عینکشون، توی گوششون اون ته، و بالاخره پیدا میشن، میگیرنتون، و وقتی هم بگیرنتون دیگه کار از کار میگذره دیگه. مورد 9 و 10، کلاس زیاد رفتن و آزمون ندادن هسته. شما اگه کلاس زیاد بری اصلا وقت نمی کنی بخونیشون. برای درسایی که خیلی ضعیفی باید کلاس بری فقط.
بعضی هستن برای درسایی که قوی هستن کلاس میرن. دیگه ببین اونا چیان، نباید برای کلاسایی که خوب هستی، درسایی که خوب هستی یا نسبتاً خوبی بری کلاس. تو باید برای درسایی که ضعیف هستی کلاس بری. مورد بعدی هم آزمون ندادن هستش. بچه ها آزمون ندادن این تست نزدنه، باید آزمون بدی. حتی اگه آزمون شرکت نمی کنی، آزمون هایی که برگزار میشه چند ساعت بعد میاد توی کانال تلگرام روی سایت ها قرار میگیره، میتونی دانلود بکنی و برای خودت زماندار تست بزنی. پس لطفا این رو رعایت کن. و مورد 11 و 12 هم نوسانی خوندن و تنبلی کردن. بچه تنبلی کردن خب مشخص، تنبلی نباید بکنی. وقتی بیدار میشی صبحونت رو بخور، دستشویی برو، مسواک بزن و بعد یه پای درست، نه بلافاصله، چون صبحونه بخوری باید 10 دقیقه یک رو منتظر بمونی و بعد بیای پای درس. و اگه تو بذاری 3 ساعت بعد درس بخونی این که نمیشه. مورد بعدی هم نوسانی خوندن. نوسانی خوندن یه روز بیای نیم ساعت بخونی، یه روز 10 ساعت، یه روز هیچی نخونی، روز بعد هیچی نخونی، روز بعد 13 ساعت. همچین چیزی اصلا نیست. شما حتی همه این برنامه هایی که گفتم رو رعایت بکنی، نوسانی بودن رو رعایت نکنی، یک سالم کامل درس بخونی هیچی نمیشی. به همین سادگی دارم بهت میگم، چون رعایت باید بکنی در سال کنکور، توی سال کنکور. این 12 مورد رو لطفا رعایت بکنید. انشالله که موفق باشید. لایک و سابیاتون نره. پیس اوت.